جو ویژه ورزشگاه ملبورن کریکت گراوند که 98 هزار نفر تماشاگر را در خود جای داده هراسانگیز و روباور است ولی امید همچنان در تیم بود خصوصا بازکانه با تجربه بزرگتر اینو سعی میکردم به جوانه هم القا کنن که فوتبال همه چیز توش امکان داره اتفاق بیفته تا دقیقه 90 هم ما میتونیم بتونیم بریم جام جهانی یعنی دقیقه نوده که میگم بازی با استرالیامون. حتی خوشبین ترین آدمام ترین آدم هم فکر نمیکردن شاید تو بعضی از بازیکنان هم این بود ولی میگم بچه هایی که با تجربه تر بودن سعی میکردن این انگیزه و این امیدو بدن ما حالا جاپنو یه امید داشتیم یعنی امید داشتیم که ژاپنو مثلا میزنیم میشد این کارو کرد ولی استرالیا رو واقعاً اصلا فکر نمی کردیم حالا دیگه مثلا نمیدونم مثلا آرزوی من بچه بودم آرزوش مثلا برم اروپا بازی کنم یا برم نمیدونم جا باش رو اروپا رو که وقتی می دیدم خیلی دوست داشتم به این مهم رس تو تو رویا ها رو فکر میکنیم ما تو رویا هامون هم نمی دیدیم که حتی استرالیا رو ببریم آقای یادی کنیم از آقای حاجیلو آقای محسن حاجیلو قشنگ یادم از زمانی که داشتیم میرفتیم سمت استرالیا با پرواز مسافت زیادی هستش ایشون برگشت گفت بابا کویت و عربستان و قطر این بغلمون بود نرفتیم جام جهانی حالا این همه را میخوایم بریم استرالیا چه جوری میخوایم بریم جام جهانی که ببینید این اتفاق افتاد یعنی امید باید تا اون لحظه آخر باشه که خدا آقای حاجی گفت نه پس باید امیدوار بود همیشه ما رفتیم که مثل بقیه بازی گفتیم آقا میریم که حالا استرالیا رو هم ببینیم دیگه حالا جا همه جا رو دیدیم یه استرالیا هم ببینیم و برگردیم حالا نه به این نیت ولی واقعا این شکلی بود که یعنی انگار که مثلا چیز توریستی میریم داشتم میرفتم مثلا کلا هم باشگاهی هم تو کل اعتقاد داشتن که 4 5 تا میخوریم طبیعی هم بود که ما 4 5 تا از اونها بخوریم با اون تیمی که اونها داشتن می‌گفتیم می‌ریم آقا 6 تا از چی استرالیا برمیگردیم واقعا هیچکی فکر کنیم که الان باز برگردیم به با اون زمان واقعا به نظر من شیشی چقبیم از اونا جوه تیم که جو خوبی نبود مثلا زور بازی چند تا بازکنها با هم درگیر شدن قبل بازی با استرالیا یه اتفاقاتی اینجوری افتاد درگیری های به وجود اومد حالا میگم اسم نمیخوام ببرم ولی همچه اتفاقاتی افتاد بعدش هم چیز بود دیگه یعنی دو دستگی و سه دستگی پیش اومده بود دیگه یعنی جو خوب نبود درگیری باز بخاطر به خاطر ناامیدیمون بود نام سی و یک تیم دیگر حاضر در جام جهانی 98 مشخص شده و تنها یک جای خالی باقی مانده که از دل این بازی سرنوشت ساز بیرون میآید فوتبال معمولا مراسم یان زیادی نداره ولی یه مراسم کوچولی افتتاحیه مثلا 4 5 ای رو انداختن اونجا که تو این مراسم 31 پرچم رو آوردن اون حاملان پرچم مثل و پرچم فرپلی که چجور اول بازی میارن یا پرچم کشورها که اول بازی میارن توی استادیوم 31 پرچم رو آوردن خب گفتیم خوبه دیگه پس 32 رو نگه میدارن برای بعد از بازی هنوز بازی شروع نشده یه یه پرچم بزرگتر از همه پرچم ها پرچم استرالیا رو از زیر تونل آوردن تو استادیوم که اینم تیم 32 دوم دو جام جهانی هنوز بازی شروع نشده بود و هنوزم معلوم نبود که واقعا ما میریم جام جهانی یا اونا میرن جام جهانی اما خودشون آوردن درستم گذاشتن و وسط 31 که پرچم تری نبرز انگلیسی که بازی رف را تجربه کرده به رسانه قول پیروزی و صعود به جام جهانی داده و مردم استرالیا را به سعود بسیار خوشبین کرده استرالیا اومدن دور زمین وقتی ما اومدیم تو زمین بادکنک یعنی خوش آمد میگفتن از چیزای سی... چیزهای سیاسیشون همشون اومده بودن بالا نشسته بودن و ماشین های آخرین م... مدل های ماشین دور این اه... چیز اگه نمیدونم تصاویر دارین یا ندارین اه... دور این استودیوم یعنی همون توی استودیوم اینجوری دور میزدن تبریک به هم دیگه تماشاگران استرالیایی دیوانوار تیمشان را تشویق میکنند و خواهان پیروزی مقابل ایران و راهیابی به جام جهانی 98 فرانسه هستند ما وقتی رفتیم تو زمین و اون جو و اون کارهایی که اونا کردن که ما هیچ وقت تو ایران نمی کنیم چجوری بگم تجلیل از بازیکنهای نسل قدیمشون رو نمیدونم اون ماشینا و اون استادیوم شلوغ خب ما گفتیم خب این جو جویه که ما میبازیم هممون هم اینو میدونستیم که ما نمیتونیم ببریم استرالیا رو مگر اینکه معجزه اتفاق بیفته که گاهن اتفاق میفته مثل بازی کامرون آرژانتین سال 90 که با دیوگو مارادونایی که قهرمان جام جهانی 86 یه دفعه یه فورواردشون میاد اینقدر بالاتر از گلر میپره سر میزنه و یکیش میبرن فیفا ساندور مجاری داور فینال جام جهانی 94 را برای این بازی انتخاب کرده بازی با حملات سرسام و طوفانی استرالیا شروع می شود. آنها در پنج دقیقه اول این افتاده رو زمین به داور میگه که گردنم درد میکنه. سینم درد میکنه. شکمم درد میکنه. دستم درد میکنه. همه بچه‌ها میگفتن که بالاخره تو کجا درد میکنه. چون بعد از 20 سال بود ما به جام جهانی میرفتیم و خیلی راحت تر از این بعد میرفتیم ولی اینم یه لذت خاصی داشت و شیرنش برای مردممون خیلی وصل بود قلب همه ایرانی ها در هر کجای دنیا بودن اون شب با اون گل شجی جو با اون گل اوکانو شکست بعضی اوقات میگن اتفاقاتی دست به دست هم میده تا یه هماسه رخ بده فکر میکنم بعد از اون اتفاقی که در جهور افتاد ما شایسته اون شادی در ملبورن بودیم گرچه کیفیت فوتبالمون انقدر خوب نبود اما اون همدلی که در اون برهه با تیم ملی ایجاد شد فکر کنم پاداشی بود به مردم ما که فراتر از فوتبال و ربط چندانی به بازی 22 نفر با یک توپ در زمین فوتبال نداشت و اون جشن بزرگ و اون جشن بزرگ فکر کنم مهمترین بچه اون بازی در جایگاه تاریخی اجتماعیشه که حالا پس زمینای سیاسی هم داره سال 78 تا 98 نادیده گرفتن نجات در آخرین لحظه یعنی باز ما رو تا لب پرتگاه بردن ولی این بار ما از پرتگاه پرت نشده پایین فوق العاده بود از هر کس که بپرسین کجا بودی میگه میگه و امیدوارم بپرسید کجا بودید من موقع خب اول کار دیگه فکر می کنم تو پخش شبکه سه بودم اون زیر زمین هم پخش قدیم بود شبکه سه اونجا بودم باز اونجا می دیدم و بعدش دیگه تو مسیر برگز که نشدم یه چند ساعت طول کشید تا برگردم خونه خیلی اتفاق عجیبی بود اولین بار واقعا خودجوش بگم اونجا معنا شد موقع واژه خودجوش جا نیافتاده بود واقعا که مردم خودجوش ریخ تو خیابونا زن و مرد و پیر و جوون و بچه و همه اینقدر ناگهانی و اتفاقی و غیر منتظره بود اون بردما برد که همه ریختن تو خیابون خیلی اتفاق عجیب غریبی بود فقط دیدم صدا داد و بیداد تمام خونه ها میان که سوت و زد من به دم در با سوت و صدا ضبطای ماشین بلند همه تو خیابونن همه دارن خوشحالی و شادی واقعا یه روز غرور مادرها میتونم بگن کجا بودن چه جوری در این پنجره اومدن پدرها تو روستا ها فوق بود فوق بود اون بازی بخشی از خاطره همه زندگی شده یک بخشی که به ما میگه مبارزه ادامه داره بازی تموم نشده به آینده نگاه کن و ملت همه اینو میخواستن به همین اون بازی هرگز فراموش نخواهد شد